اگر یه تیم از بهترین مدافع‌های جهان بسازیم در مقابل یه تیم از بهترین مهاجم‌های دنیا، کدوم یکی از این دو تیم بهترین تیم تاریخ فوتبال میشه و کی میبره؟ سلام و درود خدا بر شما باد. در این ویدیو اومدیم برای اولین بار نیست یادم اومد. چقدر شما نمک. در این ویدیو اومدیم یک تیم بسازیم از بهترین دفاع‌ها در مقابل یه تیم از بهترین مهاجم‌ها. اما نه ریلو کجا داری میری؟ بذار سوزیمو بدم. این فرق میکنه. در این ویدیو برد و باخت معنی ندارد. نه برد و باخت معنی نداره، یعنی که این ویدیو اصلا توش بردن و باختن مهم نیست آنچنان. چرا؟ چون اینجوری نیستش که بگیم هر تیم تو گل بیشتری زد برنده است، هر تیم دو تا بازی و بردش برنده است. خیر، در این ویدیو بحث سر تفاضل گله. اگر اونجوری باشه که شما داری فکرشو میکنی، مهاجما میرن 10 تا گل میزنن، 10 تا گل هم میخورن، بعد ما بگیم بیشتر کی بیشتر گل زد؟ خب مهاجما 10 تا گل زدن برندن که، دفاع اصلا فینیشینگ نداره. هر کی تفاضل گلش بیشتر بود، یعنی هر کسی مثلا مهاجما 10 تا گل زدن، قطعا بخاطر دفاعی در این ویدیو دارن 10 تا گل میخورن، پس تفاضل گلشون میشه 0. اما اگر دفاع ها چون دفاعی خوبی دارن گلی نخورن و فقط بتونن یه گل بزنن، بازی رو میبرن. پس بحث سر تفاضل گله. و اصلا ما هافک و دروازه‌بان نمیاریم، چون مثلا جاویانسو که دی ام اف اصلا نمیاد تو، چون تو هافک نتوت هافک نمیاد تو، فقط دفاع و مهاجم. لایک و سابسکرایب شما یوتیوب برنامه که واسه انرژی اینستاگرام فالو کنید، سطر بسیم به 100 کو و فراتر از آن. بریم سراغ ویدیو. الکساندر آرنولد، ژاو کانسلو، رودیگر، مارکینیوس، ویرجیل فان دایک، تئو هرناندز، ژول کونده. ببین این دفاع هم بازی میکنه ولی من فقط پست اصلیشون، مثلا نکن این که دی ام اف یا این که سی ام اف، فقط کسایی که پست اصلیشون دفاع، یعنی رو کاردشون آرم سی بی آل بی آر بی ثبت شده، فقط اونا رو ما میاریم تو. دفاع آرسنال فویس و توموخی و نونو مندز و تمیزی هامون، بهترین بازیکنانی که داشتن با بیشترین اوورال ممکن همه رو آوردم، ولی دروازه‌بان کی باشه؟ ببین از اونجایی که من تجربه شو دارم، دروازه رو باید کسی رو بذاریم که قدش بلندتر از بقیه باشه، چون ببین اینا که هیچ کدومشون دروازه‌بانی بلد نیستن. بگو خب باید کسی رو بذاریم دروازه که قدش بلندتر بشه، حداقل بتونه دستای درازشو استفاده بکنه. و به نظر من بهترین گزینه کسی نیست جز رودیگر. برو دروازه داشته گونم ببخش شرمنده دی، باید بری دروازه. دوش چیدم ترکیب و برو. تا اینجا همه اوورال بالا، فقط اوورال مهاجما پایین‌تره که بهترین مهاجمایی که شوت و پاس خوبی دارن گذاشتم مهاجم اونجا وایسن، یعنی بهترین دفاعی که مهاجم میتونه وایسن گذاشتم و دروازه‌بان قد بلندترین تیپ پلی استایل، تیم پلی استایلو. بریم سراغ پیدا کردن حریف با دیویژن 8 و 2571 قدرت کلی تیممون، ببینم که از ما بهتر پیدا میشه باهاتون بازی بکنیم و ما با تیم مدافعا ببریمشون. آقا یکی پیدا شد وایسا ببینم. 2493 ما ازش بگم 70 80 تا قوی تریم، ولی خب داداش ما فقط دفاعیم، یعنی بهترینمون دیگه تو افک، مهاجممون کلا ریده. ترکیب ما که اینه، اوورال 99. ترکیب حریف اینجوریه داداش، دفاع ما کاملا از حریفمون و حتی افکمون از حریفمون بهتره، ولی اینا مهاجماشون چیز دیگه است. آرتتا 81 تیم بده سالت به ما نمیخوری اصلا، هر کدوم از تیم دو تا بازی میکنن و مجموعه دو تا بازی حساب میشه. برو بریم نونو مندز، تو میرسونه به جاب کانسلو. جاب کانسلو حرکتشو انجام داده، ساتو میکشه روی تیرک و گل نشود و توپ داره برمی گرده. برو ببینم شماره توپ کیه؟ نونو مندز. برو ببینم، بگیر ازش ژاو کانسلو، پشت مدافعین میخوام ارسال بکنم به وسط. حالا وقتش زنیه، شوتو میزنم در متو صلوات مگنون، تک دست در آورد. شما اینجا رو داشته باش، ژول کنده رو ببین. نشد. بده نونو مندز عکس در صلواتی، میده اونور. نه، مسی خطرناکه، شوخی نکنیم با مسی. در سوخت داریم حمله میکنیم. متاسفانه نیمه اول 0-0 و تا الان تفاضل گل ما 0ه، یعنی تیم مدافع ها. برو بریم، تیم نمیخوام بالا بکشه. با چرا این استوب میده؟ نمیشه که. واسه نگاه کن به روش خودت، میخوام بزنم تو سرت. واسه وسط بیا جاب کانسلو، این شوم رفت کی پ. بده همینجا. ای وای و توی دروازه. دیگه از این کارا نکنی. تفاضل گل 1. برو ببینم. آها، پشت مدافعین. هرناندز ضربه سر، گل دوم. تا تو باشی از این غلط نکنی داداش. استعدادی که خودم کشف کردم، گفتم فینیشینگش خوبه، دو تا گل زد. برو بریم ببینیم. اجالت بکش بابا، این تیم داره امامی بازی. وقت تعویض است. ببین ما دفاع به نظرم باید اول دفاع رو تعویض کنیم. منظورم اینو راموس رو بیار تو. چی شد؟ داداش یارو انصراف داد. شما بردید. داری مشاهده میکنین. یارو انصراف داد. دو برای شما بردیم. به من چه داداش؟ میخواد انصراف نده.
یه حریف اومده دیویژن 7 2411 خبرش چیه داداش؟ ترکیب داغونه دیگه، میخوام ببرم جر با جرت کنم. از زمانی که شما، یعنی یک ثانیه پیش که شما بازی اولو دیدید تا الان من 4 تا بازی رد کردم، همشون پریده. برو ببینم کنده میرسونه، کنده اونجا با الکساندر آرنولد. حالا آرنولد ساندر رو میکشه رو به داخل، هدو بعد بزنیم گل بشه، تموم میکنه کارو و توازن گل 3 میشه. الان با دفاع دارم تو رو جر با جر میکنم، بعد تو با دفاع و دروازه‌بان و هافبک و مهاجم نمیتونی منو ببری. الکساندر آرنولد خودش توپو گرفته به کنده میرسونه. حالا خود کنده سرعت بالایی داره، بازیکن میتونه رد بشه یا نه؟ نمیتونه، میتونه، دو طرفه هم میزنه، تازه به وسط. حالا میرسونه خود کنده، حرکت چالیه، هرناندز دوباره بهش میرسونه، رد مازی سانت کردن، سانت بلند، هد بعدی زده نمیشه. هرناندز پاس خودشو میده از اون سمت، پشت دفاع خالیه، به دونو مندز ارسال میشه و نیمار نمیتونه جلوشو بگیره. دونو مندز حرکت خوبی انجام میده، پاس به وسط میرسونه. حالا ما هم از اون سمت تو وسط تر میاریم و شوتش بکنیم. گل بعدی توی دروازه، توازن گل مثبت 4. خوبی چطوری؟ ببین همونجا رو بگیریم، الان میخواد من رو مثلا مسخره کنه، تموم کار تو بزن. مرسی، ممنونم ازت. نوش داری رکورد میکنی دیگه، خدا کنه. بله داره رکورد میکنه. من یه لحظه چک آپ کردم و مثلا میگه من از اون جاهایی که شما منو مثلا پرس کردی نمیرم، ولی زرشک دقیقا از همون جاها میری. ای داشت گل خوردیم که این زده حملت گل بشه. خب ما رویدیم گل خورد، توازن گل 2. چقدرم ضایع گل خوردی. نگاه کن کثافت انگل منو به سخره گرفته احمق. میذارم میتره کنم دو گل ساب پای بازیکن تو چنام بزنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی خوب، تیم مدافع با هم دیگه بازی چی دارم میگم، تیم مدافع دو تا بازی کردن و از این دو تا بازی نتیجهش مثبت 2 تفاضل گل شد. بریم سراغ مهاجم. لیونل مسی، روماریو، نیمار جونیور، کلیان امباپه، رابرت لواندوفسکی، هاچکریم بنزما، محمد صلاح، فیل فودن، ارلینگ هالند، کای هاورتس، رافائل لیاو. رافائل نه رافائل، اینم از تعویضیا. اما کریستیانو رونالدو به خاطر چی نیومد؟ به خاطر اینکه آقا الان رونالدو فنا میتونه سر ما. بله یه حریف بالاخره پیدا شد. اوورال 6527 یک مقدار از ما ضعیف‌تره، یعنی قدرت تیمش، ولی خب هم دفاع داره هم دروازه‌بان داره هم افکت داره، ولی فقط ما مهاجمیم. ببین ترکیب ما که اینجوری لوکاکو تو دروازه است و کلا ریدمان در ریدمان، و اینکه ببین المثل دقیقاً دفاعمون دقیقاً برعکس، یعنی نکن تو از اینجا نگاه کنی بیای پایین همینجوری اوورال داره کم میشه، و حالا اینجا دیگه اوورال خیلی پایینه، یعنی برعکس تیم دفاعمونه. ولی خب الان تیم حریف اوسیمنو داره، امباپه، فودن، بعد ترکیبش ترکیب خوبیه، میتونه ما رو شکست بده بخاطر دروازه‌بانی که داره و دفاعی سرعتی لعنتیش. بله با لباس آرژانتین 2014 که مقابل ایران برنده شدش مسی. حالا داریم شروع میکنیم و ببینیم که میتوانیم آیا در این بازی برنده این میدان باشیم یا نه. برسون حالا به مسی. مسی برو، مسی برو، مسی بگیرش، برو مسی بگیر، برو دیگه مسی. خدا شما مهاجمی مثلا دفاع ها از شما قشنگتر بازی کردن، خدا وکیلی. بابا من سوپر کنسلیشن زدم مردک. اینها یک تفاضل گل گندتون بدنن. داش اینجوری نمیشه ها، اینجوری واقعا نمیشه. ببین نگارش دار، نگارش دار مسی خان، مسی خان نگارش دار. آها آها امور چارلسون حرکت میکنه رو به جلو، این بشر فکر کرده میره تو اوت اما نرفت تو. حالا کریستیانو رونالدو توی دروازه. برو برو بلاش، برو براش، برو برو بابا حرکت رو بزن. اینا چی آخه انجام میدی تو؟ ببین همه گلا به کنار، این به کنار. آقا این کارا رو نکن دیگه. خب امباپه دست بیلکنی میاد میگیره میزنه میترکونتمون. نگاه کن، نگاه کن. ببین ما باید یه کاری بکنیم. من واسه دفاع کاری که کرده بودم اینا رو آورده بودم، یعنی همه دفاع رو بیشتر کرده بودم. الان ما باید برعکسش انجام بدیم، یعنی باید فورواردامون رو زیاد کنیم که ما داریم نوب بازی در میاریم در این زمینه. پس ما باید فورواردها رو زیاد کنیم که گل بزنیم. برو بریم و تیمو کلا بکش بالا، چون فورواردا دیگه باید داشت بالا بازی کنه. فوروارد دیگه آقای اسم چیه؟ واسه میگم ویکتور والدز. داداش رید این گلی که به ما زد 10 گله. گند زدیم دوستان، بسیار گند زدیم، ولی لوکاکو مثل ماست در اون دروازه قرار گرفت. واسه لواندوفسکی به جلوتر، حالا کلیان امباپه، روماریو رو میداد، حالا مر مسی به روماریو، نه روماریو به مسی. گل، گلش کن. چه عجب، چه عجب. توازن گل به منهای 1 میرسه توسط کلیان امباپه. آقا وایس وایس اونو داشته باش، اون اوسیمنو داشته باش. داش اوسیمن، اوسیمن، اوسیمن اون یکی داشته باشه، فقط اوسیمنو داشته باش. گندت بزنم گل من، گندت بزنم. خاک تو سرتون کنن. وایسه داره نگاه میکنه یارو رو. از اینکه بوزینه دارم بهت میگم که غلطی بکن. تو داری چه غلطی میکنی؟ شماره 10 مون رسونه رو به این ور، حالا به جلوتر. شماره 11 مون حرکت میکنه. برو سانتر بکش. بکش ناتیو. بزن تو گل، تموم میکنیم کارو. توازن گل به منهای 1 میرسه. توسط آلوار اون رات شماره 10. آقا شماره 10 رو دادی به این، خب بیا رس جلو دیگه. من اون نگاه کن آخه. بله رو یک داره میده آلوار مارتا به بقیه بازیکنان تیم. بازی چوری کن مثلا بزنه. بگه ببین جلوی بودو. الان گل رو نزنه ها.
بابا ولمون کنی خیلی دیگه اسکله تو دروازه. رودیگر رو ما گذاشته بودیم چپ و راست مثل اختاپوس در می آورد. همه رو داره میخوره. گندت بزنن داداش. گند گند. یا علی دیویژن یک رنگ 1600. ترکیب اینجوری رونالدو اومد تو دروازه کاپیتانی هم بهش دادن انگیزش بره بالا. و ترکیب حریف. ترکیب حریف شما داشته باش. کورتوای 97. سکنبر تو مخی. هر کی ترکیبش شلختی چینت مطمئن باش. بازیش خوبه. اینم تیم پلیر سری صد ما رو میترکون. ممنونم که داور لباسی هم رنگ لباس ما نپوشیده. آقای الان حالا بذار شروع کنیم ببینیم که در این بازی میتونیم کاری بکنیم از پیش ببریم و 4 تا گل بزنیم برسیم به آنها. یا که خیر سانتر برای ارلینگ هالند. حالا روماریو شوتشو میزنه که هیچ چی نمیزنیم پدر. ایف نونا رفت. بفرمایید یارو رفت. پاس رو به ویرونه. پاس رو به ویرونه. اصلا شما نگفته من متوجه. ای بابا آقای مهاجما بازیکن نیستن خدا وکیلی. یه جو غیرت دفاع رو داشتن به خدا انقدر گل نمیخوره. حالا گل میخوری خبرت گلم بزن دیگه تو تیم ما بکش بالا منهای 3 شدیم. بگیر دیگه بی صابا. آقا این اصلا ما رو سخره گرفت. نگاه کن. صافت. و بده یه دقیقه مونده. اگه خاکتون سر نگاه کن. آقا نمیشه. ولک مهاجما باختم. من حوصله دارم نیلو رو بازی کنم. اگر که بازی اولا رو حتی مدافعا 0-0 می‌کردن بازم تفاوت گلشون بیشتر از اینا میشد. پس اینجا مدافعا بردم و شما میتونید اینجوری ببینید که کدوم یکی از بازیکن‌ها برنده میشه. منم میتونم خیلی ویدیو نگاه کردید. ببخشید که این ویدیو اینجوری شد به خاطر اوضاع اینترنت و لایک گذاشتم چرا یوتیوب فرار پیش که واسه انرژی اینستاگرام فالو کنید برسیم به 100 کو و فراتر از بریم چی دارم میگم خدا نگهدار اصلا قاطی کرد. بریم سراغ ویدیو. آره نصف شبی ادامه ویدیو رو میخوای سلام و درود بگیرید.